امروز 5 دسامبر 2010 آقای محمد رضا شالگونی از طرف اتحاد چپ‌های ایرانی مقیم واشنگتن یک سمیناری داشتند. فرصت خوبی بود تا در رابطه با مسائل حاد و جدی جامعه ایران سوالاتی با ایشون به عنوان یک چهره سرشناس چپ و مبارز پیگیر سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستن ایشان سوالاتی طرح کنیم. آقای شالگونی، در ابتدا بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما میگذارین. با این سوال شروع میکنم که آینده جامعه ایران رو در کوتاه مدت چگونه میبینید و مبارزات پیگیر مردم برای آزادی و دموکراسی و تحقق خواستهای دموکراتیک خودشون به کجا خواهد رسید؟ من بسیار خوشبین هستم به آینده مبارزات کنونی مردم ایران و فکر میکنم همونطور که گفتم شاهد بودید، برای اولین بار در سه دهه گذشته شرایطی پیش اومده که در واقع مبارزات وسیع مردم در بخش‌های مختلف مردم ضمن اینکه همزمان میشن واقعا همگرایی پیدا بکنن و به یه مسیر خیلی سازنده‌ای بیفتن. البته موانعی هم وجود داره، واقعیه که متاسفانه به اصطلاح نیروهایی که بایستی چنین گرایشی رو، چنین حرکتی رو به اصطلاح کمک بکنن به شکلی ضعیف هستن. اینا واقعیتیه که بایستی بهش توجه بکنیم، ولی پایه اجتماعی حرکت خیلی مهمه، درش تردیدی نیست. آقای شالگونی، خواهشاً میخوام بگم در بافت اجتماعی و سیاسی ایران، ایران از ملیت‌های متعددی تشکیل شده بدون در نظر گرفتن حقوق برحق اونا، اون که در مفاد حقوق بشر سازمان ملل متحد اومده، بدون در نظر گرفتن و پایه‌گذاری چنین سیستمی ایران میتونه آینده خوبی داشته باشه؟ نه، مسلمه که اصلا در ایران نه آینده خوبی میتونه به وجود بیاد، نه دموکراسی میتونه شکل بگیره. هر نوع دموکراسی، حتی کمرنگ‌ترین دموکراسی در ایران، خواه ناخواه مسئله ملیت ها رو حادتر میکنه. واقعیت اینه که در جامعه ایران ظلم آشکاری وجود داره و بایستی که برابری ملیت ها شک بگیره و این نمیشه مگر اینکه حقوق ملیت های تحت ستم ایران شناخته بشه. و من فکر میکنم همونطور که در این صحبت ها اشاره کردم، مخصوصا به اصطلاح مبارزانی که فارس هستن، خیلی مهم هست که به این مسئله توجه بکنن و حتما به مسئله ستم ملی بپردازن. نه اینکه دست اونها نیست، خود اونها هم در زیر ظلم هستن، منتها خیلی مهمه که از مبارزات ایران، مبارزات ملیت‌های تحت ستم ایران حمایت بکنن. هر نوع به اصطلاح طرح مسئله ملی تحت عنوان نمیدونم جدایی طلبی، نمیدونم عامل بیگانه بودن و اینها به اصطلاح محکوم نشه، با بدبینی نگریسته نشه. اگر واقعا جنبش ملی ایران در ملیت‌های ایران شکل بگیره و به در همگرایی با هم قرار بگیرن، اینها مسلمه که زمینه تلاش قدرت‌های خارجی برای اینکه ایران رو تیکه پاره بکنن ضعیف‌تر خواهد شد. مسلمه که ایرانی‌ها کشور خودشون رو نمی‌خوان از دست بدن، نمی‌خوان تیکه پاره بکنن. نه، حقیقتیه. ما بایستی بتونیم اصلاح یه وضعیتی به وجود بیاریم که فرزند ناتنی، شهروند ناتنی نداشته باشیم. آقای شالگونی، فکر نمی‌کنی که این همه تبعیضات مشخص قانونی و عینی که در جامعه ایرانی وجود داره، ملیت‌های ایرانی رو به یک گونه‌ای به سوی تجزیه سوق میده، در حالی که اگر ایرانی دموکراتیکی وجود داشته باشه، همون گونه که جناب عالی اشاره فرمودین، اگر بچه‌های ناتنی وجود نداشته باشن، کسی به تجزیه نمی‌اندیشه. اونی که ممکنه برای دیگری تجزیه باشه، برای بنده استقلال طلبی باشه. ببینید که اسم استقلال یا تجزیه که مهم نیست. من واقعیت اینه که فکر میکنم که در ایران گرایش به جدایی از ایران در میان ملیت‌های زیر ستم ایران بسیار بسیار ضعیفه یا اصلا وجود نداشته در تاریخ ما. منتها مسلمه که اگر این ستم ادامه پیدا بکنه، بی توجهی به مبارزات مردم ادامه پیدا بکنه، به خواستهای برحقشون ادامه پیدا بکنه، مسلمه که نه تنها جدایی خواهی، استقلال طلبی، نمیدونم تجزیه، هر اسمی که روش بذارید، روی اسمها چه اختلاف نیست، هر چیزی که روش بذارید، اسمی که روش بذارید، پیش خواهد اومد. و این حتی برای جلوگیری از چنین چیزی لازم هست که واقعا حقوق برحق ملیت‌های ایران
به رسمیت شناخته بشه، براش مبارزه بشه. این مبارزه مخصوصا برای ما چپ ها اهمیت کلیدی داره، که ما معتقد هستیم که کارگران ایران متحد کردنشون بدون توجه به خواسته های مختلف اونها، بدون توجه به فرهنگی های مختلف اونها، بدون توجه به زبان های مختلف اونها شدنی نیست. واقعیت اینه که پرولتاریا ایران فقط فارسی حرف نمیزنه، کردی حرف میزنه، ترکی حرف میزنه، عربی حرف میزنه، بلوچی حرف میزنه، ترکمنی حرف میزنه. بنابراین اینکه بایستی اصلا حتما برای این مسئله مبارزه بشه. یعنی در اینجاست که در برابری هست که ما میتونیم یک ملت مدنی به اصلا واقعا آزاد به وجود بیاریم. خیلی رایجه یه بخش از چپ ایرانی معمولا میگه شعار تا سرحد جدایی و حق تعیین سرنوشت، ولی اینو در واقع مثل حق طلاق به حساب میاری، میگه زن حق طلاق داره ولی من تشویق نمی کنم که اون جدا بشه، در حالی که فرهنگ عمومی میدونیم سالیان متمادی در کردستان خودمختاری بوده و خودمختاری حزب خودشو داشته، برنامه خودشو داشته. یا امروز عدم پاسخگویی به این خواست به فدراتیو کردن ایران یا به فدرالیزم در واقع گراییده. دیدگاه شما در این رابطه چیه؟ یعنی این مسئله چجوری باید حل کرد؟ مسئله تجزیه قدرت یا تقسیم قدرت و ثروت در ایران فرم خاصش چی باید باشه از دیدگاه شما؟ من فکر میکنم که فدرالیسم در مقابل خودمختاری نیست. مسئله اینه که آیا مناطق مختلف ایران، اگر خودمختاری اینو بگید که مثلا یک قومیتی در ایران، یک ملیتی در ایران در اداره امور منطقه خودشون حوزه ای که اونجا زندگی میکنن باید حق داشته باشه، مسلمه که باید حق داشته باشه. منتها میخواهید این رو در سطح ایران فرموله بکنید، بایستی یه ساختاری برای این پیش بینی بکنید. این یک ساختار، ساختار به اصطلاح فدراتیو هست علل قاعده. یعنی اینکه به مسئله ملیت ها، قومیت ها، زبان های مختلف بی توجهی نمیشه، توجه میشه. منتها بر مبنای صرفا زبان و اینها هم نمیشه به وجود آمد. در منطقه کرد نشین حتما فارس ها خواهم بود، ترک ها خواهم بود، همینطور در مناطق دیگه مثلا در بین ترک ها، کرد ها وجود خواهند داشت. ما ناگزیر هستیم مثلا دنیا به این سمت میره که در آمیختگی با هم زندگی کنیم. منتها مسلمه که بایستی حق تعیین سرنوشت عبارت از اینه که حق داشته باشن خودشون انتخاب بکنن. من هم از اونها هستم که جدایی رو یا استقلال هر اسمی که میخواهید بذارید ملیت های مختلف از ایران رو درست نمیدونم. فکر کنم این به نفع هیچ کدوم، ولی اگر روزی یه ملیت خاصی تصمیم به جدایی بگیره شما قبول میکنید، سرکوب نمیکنید به خاطر این؟ ازم نباید سرکوب کرد. خاص یا تحقیق میکنم که تصادفا این حق پذیرفته بشه کسی جدا نمیشه یا اکثریت مردم جدا نمیشه. مثلا در همین جایی که این سرکوب و تبعیض آشکاری که مردم رو به این سمت داره پیش میبره، وگرنه در یک کشور بزرگ اقتصاد نیرومندتر فلان اینه چه کشور. به عنوان سوال آخر آقای شالگونی، میشه اصلا دموکرات بود با آزادی های دموکراتیک اعتقاد داشت، به برابری زن و مرد اعتقاد داشت، معتقد بود، ولی حقوق ملیت ها یا تحقق حقوق اونها را نادیده گرفت؟ نه، نمیشه. واقعیت اینه که خب آزادی کله، نمیشه که گفت که من بله برابری زن و مرد رو میپذیرم ولی مثلا این حق نداره که به زبان مادرش حرف بزنه، اون حق نداره که منطقه خودش مثلا مسئولین خودشون رو خودشون انتخاب کنن، اونجا باید مثلا ما بایستی تصمیم بگیریم. معلومه اینا زورگوییه، چه شدنی نیستش. در هر قد هم که دموکراسی شک بگیره، این زور شک بگیره در ایران، این زورگویی برجسته تر خودشون نشون داد. محاله که دموکراسی شک بگیره، حتی دموکراسی کم رنگ، ولی مسئله ملیت ها پر رنگ تر نشه، چون خانه‌ها خواسته های مردم مطرح خواهد شد. چاره بیست گریزی از این. از شرکت شما در این مسابقه کوتاه بسیار سپاسگزارم. آقای محمد رضا شالگونی از رهبران سازمان کارگران انقلابی ایران راه کار کرد. سپاسگزارم.